ماجرا برمیگرده به 2 سال قبل، وقتی 17 ساله بودم. دختر شاد و خوشبختی بودم. من و پدر با هم زندگی میکردیم. پدر بعد از جدایی از مادر ازدواج نکرد. آدم ها تو زندگی ما میومدن و میرفتن. پدرم خوشگذرون و بیقید بود. اخلاق پدر رو پذیرفته بودم، با همه خوبی ها و بدیاش. میدونستم از هر کاری زود خسته میشه. پدر عادت های خوبی داشت که باعث میشد همه دوستش داشته باشن. شاد و خندون، شوخ و مهربون و باگذشت بود. در حقیقت پدر برای هر کسی که خودش اراده میکرد دوست خوب و کاملی بود. برای منم حق پدری رو تموم کرده بود. از هیچ محبتی دریغ نمیکرد. با هم رابطه خوبی داشتیم. خیلی صمیمی بودیم. تابستون مدرسه شبانه روزی رو ول کردم. متوجه شدم پدر با زنی به نام الزا رابطه جدی تر نسبت به بقیه داره. قرار بود برای تعطیلات به ساحل مدیترانه بریم. پدر ازم سوال کرد موافقم الزا رو با خودمون به تعطیلات ببریم یا نه. با روی باز از پیشنهاد پدر استقبال کردم. الزا رو دیده بودم، تا حدودی میشناختم. دختر جوون و زیبا و خوشرو و شاداب و در عین حال ساده و کم توقعی بود. الزا مدل بود. تو استودیوهای شانزلیزه کار میکرد. پدر ساختمان ییلاقی مجهزی اجاره کرده بود. ساختمان رو ساحل بلندی قرار داشت. جاده پرپیچ و خم زیبایی دریا رو به ساختمان وصل می‌کرد. اطراف ساختمان پر بود از درختای کاج جنگلی. روزای اول من و الزا بیشتر وقتمون رو تو ساحل می‌گذروندیم. می‌گفتیم و می‌خندیدیم. کم کم پوست الزا به آفتاب حساسیت نشون داد. برای همین از هفته دوم من تنهایی می‌رفتم ساحل. پدرم مدام خودشو با ورزش‌های مختلف سرگرم می‌کرد. از اینکه کم شکم آورده بود ناراحت بود. از هیاهوی شهر دور بودیم. واقعا محلی برای استراحت روح و روانمون بود. یه روز تو ساحل رو شنای داغ نشسته بودم. تو فکرهای خودم غرق بودم که یه قایق بادبانی رو دیدم. قایق فقط یه سرنشین داشت. همون لحظه قایق واژگون شد. نزدیک بود سرنشینش غرق شه. تندی خودم رو به قایق رسوندم. کمک کردم خودشو نجات بده. همین اتفاق باعث شد با سیریل آشنا شم. سیریل با مادرش تو ویلای همسایه ساکن بودن. برای تعطیلات اومده بودن. از چهره گندمیش میشد حد زد رومیه. سیریل جوون خوشقد و بالایی بود. شاید همین ظاهرشم باعث شد بهش اعتماد کنم. موقع خدافزی سیریل قول داد روندن قایق بادی رو به هم یاد بده. شب تمام فکرم پیش سیریل بود. بعد از شام اصلا با پدر و الزا حرف نزدم. بیشتر تو خودم بودم. به ستاره ها نگاه می کردم و به صدای جیرجیرک ها گوش می دادم. تمام مدت به سیریل فکر کردم. سرفه پدر از تو رویا بیرونم کشید. می خواهم یه خبری بهتون بدم. من و الزا بهش نگاه کردیم. پدر گفت قراره مهمون بیاد برامون. اخمام رفت تو هم. برعکس من الزا که عاشق جمع و ارتباط بود خوشحال فریاد زد کی؟ کی میرسه؟ پدر لبخند زد. آن لارسن. پدر به من نگاه کرد و گفت خبر داشتم مدتی حال روحیش تعریفی نداره. ازش خواستم چند روز بیاد پیش ما استراحت کنه. آنه دوست مادرم بود. 42 ساله، زیبا و تاثیرگذار. وقتی مدرسه شبانه روزی رو ترک کردم پدرم منو پیش آن لارسن فرستاد. در عرض یه هفته خیلی چیزا به هم یاد داد. زنی دوست داشتنی، مغرور و با عزت نفس بود. تنها زندگی میکرد. دوست صمیمی نداشت. بعضی از اخلاقش برعکس پدر بود. پدر دوستش با آدم های پرجنب و جوش ارتباط برقرار کنه. اما آنه با آدم های خلاق، هنرمند و تودار معاشرت میکرد. ارتباط من و پدر با آنه بیشتر ارتباط کاری بود. آنه رفتارهای ما رو خیلی نمیپسندید. ما تو مهمونیامون بگو بخند و شادی داشتیم. ولی آنه این کارا رو زیاده روی میدونست. پدر من تو کار پرهیاهوی انتشار اعلانها و تبلیغات بود. اما آنه بیشتر اوقات تو اتاق ساکت خودش طراحی لباس یا خیاطی میکرد. براش احترام زیادی قائل بودم. میدونستم اگه بیاد با الزا نمیسازه. چون اخلاقش با الزا زمین تا آسمون فرق داشت. الزا حسابی پدر رو سوال پیچ کرد. بعد رفت تو اتاق تا بخوابه. پدرم کنارم نشست. دستمو گرفت و گفت دخترم تو چرا انقدر لاغر شدی؟ من دلم میخواد دختر شاد و زبر و زرنگی داشته باشم. پدر حاشیه نرو. بگو ببینم چرا آنر دعوت کردی؟ برای مهمون نوازی. پدر
خودت هم خوب میدونی آنه از تو خوشش نمیاد. رفتارهای پرزرق و برق الزار میخوای چیکار کنی؟ وای سسیل، اصلا به این موضوع فکر نکرده بودم. اگه بینشون بحث و جدل بشه چیکار کنیم؟ به پدر نگاه کردم. خطای گوشه چشمش عمیق‌تر از همیشه بود. لبخند که زدم لبخندی رو لبش نشست. تا دیر وقت درباره موضوعاتی مثل وفاداری و مشکلاتی که عشق با خودش میاره حرف زدیم. پدر به اینجور مسائل معتقد نبود. منم تو سنی نبودم که از عشق چیز زیادی بدونم. عشق برام در حد قرار و محبت‌های پنهونی و دلزدگی و پشیمونی بود. تصمیم گرفتم تا قبل از اومدن آن لارسن حسابی تفریح کنم. میدونستم با اومدنش باید خیلی چیزا رو رعایت کنم. پدر میگفت ستایی به استقبال آنه بریم. دوست نداشتم برم استقبالش. باید پدر رو راضی میکردم. کنارش نشستم. اونقدر گفتم و دلیل آوردم تا راضی شد نرم. من موندم پدر رو الزا رفتن راهن. پدر تمام گلای گلایل رو تو باغچه رو چید. موقع رفتم به پدر تاکید کردم خودش گلا رو بهش بده. نده دست الزا. بعد از رفتنشون آماده شدم و رفتم ساحل. کمی قدم زدم. با رد پاهام روی ماسه ها خط کشتم و لیلی پریدم. روشنای نرم و داغ دراز کشتم و به پرواز مرغای دریایی نگاه کردم. خسته که شدم چشمامو بستم. تازه خوابم برده بود که صدای سیریل رو شنیدم. جوابشو ندادم. سیریل از دور فریاد زد. آهای زنده ای؟ فکر کردم تخت چوبی که دریا به ساحل آورده. خندم گرفت. نشستیم و با هم به آسمون نگاه کردیم. هیچ کدوم حرفی نزدیم. ولی انگار بینمون هزاران کلمه رد و بدل شد. کمی بعد صدای بوق اتومبیلی اومد. دویدم تو خونه. آنه رو ایوون ایستاده بود. تا منو دید دستاشو باز کرد. تو آغوشش بودم که گفت به به چه خونه ای. تو چقدر بزرگ و قشنگ شدی سیسیل. ما تو مبهوت گفتم از دیدنتون خیلی خوشحالم. شما مستقیم از پاریس میای؟ آره با ماشین خودم اومدم. خیلی خستم. آنه رو به یکی از اتاقا راهنمایی کردم. همینطور که چمدوناشو جابجا میکرد پرسید صاحب خونه کجاست؟ با الزا رفتن راهن پیشواز شما. چی؟ گفتی با کی رفته؟ الزا اینجاست؟ دستای آنه لرزید. نگرانی تو صورتش موج میزد. نمیدونستم چی بگم. آرامش همیشگی از چهرش رفته بود. دست باچه گفت تقصیر خودم بود. باید زودتر میگفتم قصدم چیه. لبخندی زدم و گفتم حالا که تشریف آوردین من خیلی از اومدنتون خوشحالم. امیدوارم تا وقتی پیش ما هستین بهتون خوش بگذره. بریم پایین یه چیزی بخوریم. تندی از اتاق اومدم بیرون. رو پله ها بودم که گفت من سیرم. میخوام استراحت کنم. به ذهنم فشار آوردم. تمام حالاتش رو مرور کردم تا بلکه یه چیزی دستگیرم شه. چرا با شنیدن اسم الزا انقدر به هم ریخت؟ یعنی پدرمو دوست داره؟ از نظر من پدر هیچ جذابیتی برای آنه نداشت. شایدم برخوردش به خاطر خستگیش بود. نمیدونم. تو همین فکرها بودم که پدر و الزا وارد شدن. پدر گفت سسیل، آنه نیومد؟ میگم نکنه خودش رو از پنجره قطار انداخته بیرون. با ماشین خودش اومده. الان داره تو اتاق استراحت میکنه. آها پس بیا این دستگل رو ببر براش بجون. صدای قدمای آنه از پله ها اومد. لباس خوش رنگی پوشیده بود که زیباییشو دو برابر کرده بود. حد زدم تا صدای اتومبیل پدر رو شنیده خواسته بیاد پایین. پدر تا آنه رو دید جلوی پله ها ایستاد. وقتی آنه به آخرین پله رسید دستگل رو گرفت جلوش. خیلی خیلی خوش اومدی. پدر به الزا اشاره کرد و الزا رو معرفی کرد. الزا سرش رو تکون داد و گفت بله ما هم دیگر میشناسیم. آنه زود حرف رو عوض کرد. ممنون به خاطر دعوتتون. برای استراحت به همچین جایی احتیاج داشتم. شب دور هم گفتیم و خندیدیم. از هر دری صحبت کردیم. تو حرفامون اسم دوست قدیمی پدرم لمبارد به میون اومد. لمبارد مرد ناقص العقل و مهربونی بود. به نظرم مرد بامزه و خوشمشربی میومد. آنه حرفم قطع کرد و گفت قبول کن یه تختش کمه. حتی شوخیاشم. این بار من پریدم تو حرف آنه. شاید از نظر ظاهری عادی نباشه ولی تو باطن. بازم آنه حرفم قطع کرد. ظاهر یعنی گذشت عمر.
سکوت کردم. حرف آنه منو به فکر فرو برد. دلم میخواست حرفشو یه جایی یادداشت کنم تا بعدا در موردش فکر کنم. آنه آدمی نبود که از سر کینه و بدجنسی حرفیو بزنه. اون به وجود الزا واکنشی نشون نمیداد. خیلی با وقار و متین رفتار میکرد. از چمدونش یه پیراهن خیلی زیبا بهم هدیه داد. خیلی زخ کردم ولی تشکر نکردم، چون میدونستم آنه از تشکر و سپاسگزاری خوشش نمیاد. آنه لبخندی زد و گفت انگار الزا دختر خوبیه. از چهرش معلوم بود قصد داره برخورد صبحش رو جبران کنه. دلش میخواست من فراموش کنم چی گفته. گفتم بله، الزا دختر جالب و پر انرژیه. بعدش به آنه شب بخیر گفتم و رفتم بخوابم. تو اتاقم به چند سال گذشته و اتفاقای زندگیم فکر کردم. 3 سال بود مدرسه رو ترک کرده بودم که پدرم برای بردنم اومد پانسیون. پدر بوی عطر خوبی میداد. جلوی در با لبخند منتظرم بود. منو که لباس سیاه ساده و موهای بافته داشتم برد تا با تجمل شهر پاریس آشنا کنه. میخواست تو خوشی و تفریح غرق بشم. برام لباس، کتاب و گل میخرید. دوست داشتم تو رفاه باشم. حسابی برام پول خرج میکرد. من عاشق تفریح بودم. بعد از مدرسه با دوستان به سینما و کافه میرفتیم. دوستای زیادی داشتم. تا حالا به غیر از کتاب درسی هیچ کتابی نخونده بودم. شبا هم با پدر به شب نشینی میرفتیم. تا نیمه شب تو جمع بودیم. پدر نسبت به من پنهانکاری نداشت. تمام آدمای دور و برش رو میشناختم. البته حالا که زمان گذشته تازه متوجه اشتباه پدر میشم. من بچه بودم. پدر نباید منو در معرض رفتار بزرگسالا میذاشت. نباید راجع به عشق میشنیدم بدون اینکه جزئیاتشو بشناسم یا نسبت بهش آگاهی داشته باشم. صبح زود از خواب بیدار شدم. با لباس راحتی به بالکن رفتم. آنه روی صندلی زیر آفتاب نشسته بود، کتاب میخوند. متوجه من نشد. آروم یه پرتقال برداشتم و روی پله نشستم. پرتقالمو که خوردم بلند شدم برم ساحل. یهو صدای آنه رو شنیدم. گفت صبحانه مفصل تری بخورم. به هم گفت خیلی لاغرم، باید ظاهر بهتری پیدا کنم. همون موقع پدر با لباس شب ابریشمیش وارد شد. از اینکه ما دوتا گرم گرفته بودیم خوشحال بود. تا هر دو سرگرم حرف زدن شدن دویدم تو اتاقم. میخواستم زودتر حاضرشم و برم ساحل. تو پله ها الزا رو دیدم که با موهای آشفته و چشای باد کرده میرفت طرف بالکن. میخواستم بهش بگم با این سر و وضع نرو پیش آنه، چون آنه با ظاهر آراسته تو آفتاب نشسته. اون وقت تو با این سرشک ناجور به نظر میای. اما چیزی نگفتم. با خودم فکر کردم الزا خیلی جوونه. ممکنه منظور منو درک نکنه و ناراحت شه. دویدم تو ساحل. از دور سیریل رو دیدم که کنار قایقش منتظرم بود. براش دست تکون دادم. تا رسیدم گفت بابت دیروز ازت عذر میخوام. مشخص بود میخواد دل منو به دست بیاره، وگرنه دیروز اتفاق خاصی نیفتاده بود که عذرخواهی کنه. سیریل گفت راستش دوست ندارم کسی از شما منو بازجویی کنه، حتی پدرت یا اون زن تازه وارد. بهش اطمینان دادم از دستش ناراحت نیستم. دوتایی سوار قایق شدیم. دل به دریا زدم. گفتم تو خیلی خوبی. لبخند مهربونی کل صورتشو پر کرد. احساس خوبی داشتم. غم و رضایت هر دو توی وجودم خودی نشون می دادن. تا به ساحل برگشتیم پدر همراه آنه و الزا از جاده اومدن. کنار هم ردیف تو ساحل نشستیم. آنه به هم گفت چرا صبح انقدر زود بیدار شدی؟ یادم تو پاریس تا ظهر می خوابیدی. تو پاریس کارم زیاد بود، خسته می شدم. لبخند زد. آنه هیچ وقت برای رضایت کسی لبخند نمیزد. هر وقت دلش میخواست میخندید. پرسید نتیجه امتحانا چی شد؟ سرمو پایین انداختم. قبول نشدم. پس باید خودتو آماده کنی تا پاییز دوباره امتحان بدی. پدر به جای من جواب داد چه لزومی داره دیپلمشو بگیره؟ مگه من که دیپلم ندارم خوب زندگی نمی کنم؟ آنه جواب داد ولی شما با سرمایه که داشتین کار کردین. بعد برای اینکه بحث رو تموم کنه گفت سسیل تو باید تو تعطیلات درس بخونی. آنه چشماشو بست و نفس عمیقی کشید، ولی تو وجود من ولوله افتاده بود. تو یه لحظه تمام دغدغه‌ها سراغم اومد. صدای سیریل، مطالب سخت کتابای درسی، گرمای تابستون.
خودمو کنار آنه کشوندم. آروم صداش کردم. چشماشو که باز کرد گفتم آنه، تو رو خدا راحتم بذار، تو این گرما حوصله درس خوندن ندارم. به چشمام خیره شد، نگاه معنی داری کرد و سرشو برگردون. هر چقدر هم هوا گرم باشه باید درس بخونی. شاید دو سه روزی ازم ناراحت بشی، ولی کم کم راه میفتی و عادت میکنی. یه چیزایی تو زندگی هست که آدم هیچ وقت بهشون عادت نمیکنه. آنه دوباره چشماشو بست. دویدم طرف دریا و پریدم تو آب. سرمو کردم زیر آب. سنگ صاف و شفافی به چشمم خورد. سنگو برداشتم. با خودم گفتم این سنگ نشونه خوشبختی منه. باید همیشه کنارم باشه. از آب اومدم بیرون. سنگ توی مشتم بود. بهش نگاه کردم. دلم میخواست های های گریه کنم. چهار نفری کنار هم وقت میگذرونیم. همه چی عادی بود، بدون هیچ اتفاق خاصی. تنها چیزی که باعث تعجبم میشد رفتار خوب آنه با الزا بود. الزا مدام شوخی های بیمزه میکرد و حرفای نسنجیده میزد، اما آنه هیچ وقت سبکسری الزا رو به روش نمی آورد. پیش خودم صبوریشو تحسین میکردم. از طرفی هم حدس میزدم از زرنگیشه که اینطوری رفتار میکنه، حتما تو سرش نقشه هایی داره. رفتار پدر با آنه محترمانه بود. معلوم بود از شخصیت آنه خوشش میاد. برای اینکه آنه بیشتر تو زندگی خصوصی ما وارد شه، پدر آنه رو مسئول تربیت من کرده بود. البته متوجه نگاهی پدر به آنه می شدم. انگار قصد داشت آنه رو بیشتر بشناسه. نگاهش درست مثل نگاه سیریل به من بود. لطف و محبت پدر به آنه با بی‌اعتنایی آنه همراه بود، برعکس الزا. الزا هر چی تو سرش بود و به زبون می آورد. تفاوت این دو زن مثل تفاوت نور و سایه بود. کم کم الزا متوجه نگاه های پدر به آنه شد. یه روز بعد از نهار الزا چیزی به پدر گفت. پدر اول واکنشی نشون نداد، اما بعد برای عادی جلوه دادن حالش لبخند زد. الزا بلند شد و جلوی در ایستاد. عصبانی به پدر گفت ریموند، نمیای؟ پدر سرخ شد و از جاش بلند شد. همراه الزا رفت. آنه سکوت کرد و سرشو پایین انداخت. برای اینکه فضا رو عوض کنم گفتم بعضی ها میگن استراحت بعد از نهار مفیده، نظر شما چیه؟ آنه آروم و خونسرد لبخند زد. تو دلم فکر کردم شاید به الزا حسادت کرده. بعد از این فکر حرف ابلهانه زدم که بعدش پشیمون شدم. گفتم فکر نکنید الان پدرم از بودن با الزا خوشحاله ها. جدی گفت این حرفا برای سن و سال تو زوده. عصبانی شدم، بلند گفتم شوخی کردم. آنه سرشو به صندلی تکیه داد، چشماشو بست و آروم گفت شما هنوز عشقو نمیشناسی. عشق با احساسات زودگذر خیلی فرق داره. چیزی که من از عشق میدونستم در این حد بود، حسی خوشایند و ناگهانی، میل و رغبت زیاد به طرف مقابل، درگیری ذهنی و دلمشغولی شبانه روزی. آنه زیر لب گفت عشق محبت و مهربونی بی‌توقعه. هنوز خیلی زوده درکش کنی. آنه روزنامه‌اش رو برداشت و مشغول مطالعه شد. یکم عصبانی بودم، البته از دست خودم. چرا من معنی عمیق عشق رو نمی‌دونستم؟ حس می‌کردم تا این سن مثل یه نادون زندگی کردم. از خودم بدم می‌اومد. رفتم تو اتاق، رو تخت دراز کشیدم و حرفای آنه فکر کردم. دو هفته سفر با تمام خوبی‌ها و بدی‌هاش گذشت. دلم نمیخواد به خاطراتم فکر کنم. به روزی که پدرم به آنه نگاه میکرد، به روزی که آرامش آنه رو تحسین میکرد، به روزی که پیش من هوش و زیرکی آنه رو با سادگی و کودنی الزا مقایسه میکرد. روزا رو با سیریل کنار ساحل میگذروندم. همه جاهای دیدنی شهر رو با هم میرفتیم. بهمون خوش میگذشت. گاهی اوقات پدر با ما به قایق می اومد. سیریل رو دوست داشت. می گفت جوونه با عرضه‌ایه. از وقتی هم شنید سیریل تو مسابقات ورزشی برنده شده بیشتر ازش خوشش اومد. یه روز بعد از ظهر سیریل برای صرف چای دعوتمون کرد. من، پدر، آنه و الزا به خونشون رفتیم. مادر پیر و مهربونی داشت. خوش صحبت هم بود. برامون از هر دری حرف می زد. از جوونیش و زمان کوچیکی سیریل می گفت. از اینکه تو جوونی همسرشو از دست داده و چقدر برای بزرگ کردن سیریل سختی کشیده. بالاخره مهمونی تموم شد. برگشتیم خونه. تو مسیر برگشت در مورد مادر سیریل و حرفایی که زده بود صحبت کردیم.
من گفتم این مدل زندگی پیرزنار قبول ندارم. آنه نگاه تأسف‌باری به هم انداخت. از نگاه آنه خوشم نیامد. گفتم یعنی شما متوجه نشدین چقدر مغرور بود؟ تو تمام مدتی که اونجا بودیم از خودش تعریف میکرد. مدام از کارهایی میگفت که تو جوونیش کرده. هیچ کار خاصی هم نکرده بودا. فقط به وظیفش عمل کرده بود. آنه جواب داد. وظایف مادریو خیلی خوب انجام داده بود. با حرص گفتم. ببینین این زن یه زمانی جوون بوده. ازدواج کرده بچه دار شده. بعد بچه که خودش به دنیا آورده رو بزرگ کرده. درست مثل همه آدم های دنیا. این زن مثل هزاران نفر دیگه زندگی کرده. چرا باید به خودش افتخار کنه؟ مگه کار خاصی انجام داده؟ ادعا میگه زندگی سختی داشته. خب چرا برای تغییر زندگیش کاری نکرده؟ به خودش کمترین زحمتی هم نداده. حالا برای اینکه هیچ ابتکاری به خرج نداده به خودش میباله. سسیل یه چیدش نکن عزیزم. به نظر من اون فقط وظیفه‌شو انجام داده. اگه همین زن تو خانواده مبتذل و محیط بد به دنیا میومد و پاک میمون میشد گفت کاری کرده. آنه گفت تو افکار به روزی داری ولی این عقاید طرفداری نداره. حس کردم آنه منو تحقیر میکنه. فکر میکرد من حرفای نسنجیده میزنم. شاید این عقایدو از دیگران یاد گرفته باشم ولی در حال حاضر زندگی من و پدرم بر همین اساسه. وقتش بود خودمو ثابت کنم. باید به آنه میفهموندم در مورد من اشتباه میکنه. به مهمونی بزرگی دعوت شدیم. الزا خیلی ذوق داشت. از چند روز قبل تو فکر لباس و ظاهرش بود. برخلاف انتظارم آنه مخالفتی با اومدن به مهمونی نکرد. خیلی هم استقبال کرد. روز موعود رسید. بعد از ظهر رفتم تو اتاقم تا آماده شم. لباس شب زیبایی رو انتخاب کردم. لباسو پدرم از بهترین مغازه پاریس خریده بود. وقتی از پله‌ها اومدم پایین پدر آراسته و مرتب ایستاده بود. بوی اتکلنش رو از بالای پله‌ها احساس کردم. اومدم پایین. بهش گفتم تو جذابترین مردی هستی که تا حالا دیدم. تو هم زیباترین زنی هستی که من تا حالا دیدم. چشمکی زدم و گفتم البته به استثنای الزا و آنه. تمام وجودم لبریز از شادی و خوشحالی بود. پدر طوری لبخند میزد انگار چشاشم میخنده. با وجود سن بالاش نشونایی از پیری تو ظاهرش نبود. یه دفعه پدر به بالای پله ها خیره شد. الزا با پیراهن زیبای بلندش از پله ها اومد پایین. خیلی زیبا شده بود. با کرمای پوشش دهنده آفتاب سوختگی صورتشم پنهون کرده بود. لبخندی از سر غرور گوشه لبش بود. رفتم بالا دنبال آنه. دیرمون شده بود. در اتاقش رو زدم. آروم گفت بفرمایید. رفتم تو اتاق. باورم نمی شد. آنه خیلی زیبا شده بود. گفتم رنگ خاکستری خیلی بهتون میاد. اومد نزدیکم. چشای آبی تیرش می درخشید. لپمو گرفت و گفت دختر کوچولی مهربون. تو هم خیلی خوبی. فقط گاهی اوقات بعضی رفتارات آدمو عصبانی میکنه. از جلوم رد شد و از پله ها رفت پایین. پدر تا صدای کفش آنه رو شنید برای استقبالش چند تا پله اومد بالا. آنه رو به پدرم گفت سسیل با من میاد. اونجا هم دیگر میبینیم. از آنه خواستم اجازه بده من رانندگی کنم. قبول کرد. جاده قشنگ و سبز بود. طوری که دلم نمیومد با سرعت برونم. تمام مسیر رو با هم حرف زدیم و به منظره ها نگاه کردیم. رسیدیم مهمونی. الزا از همون اول با مردی آمریکایی گرم گرفته بود. در مورد هنر تاج با هم صحبت می‌کردن. از من و پدر غافل شده بود. رفتم کنارشون و باهاشون هم صحبت شدم. می‌دونستم حضورم کنارشون الزا رو ناراحت می‌کنه. الزا ازم پرسید پدر کجاست؟ تازه یادم افتاد مدتی پدر رو ندیدم. نگرانی تو نگاه الزا موج زد. از ما جدا شد. بعد از مدتی برگشت. گفت هر چی گشتم پیداش نکردم. کرم روی صورتش ماسیده بود. سوختگیش به سیاهی میزد. لپاش قرمز شده بود. از دست پدر عصبانی شدم. به الزا گفتم فکر کنم من میدونم کجاست. خودم هم نمیدونم چرا این حرف زدم. فضای مهمونی بزرگ بود. دو دفعه از اول تا آخر همه جا رو دور زدم. نه پدر بود نه آنه. به فکرم رسید شاید رفتن. دویدم طرف پارکینگ. دیدم که پدر آنه رو میبره سمت ماشین. عصبانی شدم. اگه به خاطر الزا نبود برمیگشتم. گفتم
ما دنبالتون میگشتیم. سسیل اینجا چی کار میکنی؟ برای چی اومدی؟ داد زدم. پدر میشه شما بگی اینجا چی کار میکنی؟ ارزا یه ساعته داره دنبالت میگرده. آنه ناراحت گفت ما میخواییم برگردیم خونه. بهش بگو من خسته بودم، پدرت مجبور شد منو برسونه. وقتی مهمونی تموم شد تو باهاش برگرد خونه. از عصبانیت میلرزیدم. گفتم رفتارتون خیلی بده. کدوم رفتار؟ اینکه نامزدتو ول کردی. من چه جوابی بهش بدم؟ آنه به پدر نگاه کرد. پدر هم لبخند تحویلش داد. من که اگه کارت میزدم خونم در نمیومد. گفتم باشه، من میرم بهش میگم پدرم دیگه به تو هیچ احتیاجی نداره. یه دفعه پدر کشیده محکمی بهم زد. صورتم داغ داغ شده بود. سسیل زود معذرت بخوا. بجم. سرمو انداختم پایین. آنه با دست اشاره کرد برم پیشش. از جام تکون نخوردم. آنه از ماشین پیاده شد. در گوشم گفت تو زیادی حساسی. بی خودی مشکوک شدی. فردا با هم راجبش صحبت میکنیم. دستشو آروم کشید رو صورتم. ببخشید اگه دردت اومد. گریم گرفته بود ولی گریه نکردم. به ماشین پدر نگاه کردم که دور میشد. برگشتم به مهمونی. الزا پیش یکی از مهمونا نشسته بود. هنوز داشتن در مورد تئاتر صحبت میکردن. رفتم نزدیکش. گفتم آنه حالش خوب نبود، پدر بردش خونه. به هم زل زد. باید قانعش میکردم. تندی گفتم آنه بالا آورده بود، تمام لباساش کثیف شده بود، مجبور بود برگرده. یه دفعه اشکای الزا سرازیر شدن. تحمل گریهشو نداشتم. تو دلم به پدر و آنه بد و بیرا گفتم. دستای الزا رو گرفتم. خیلی دلم براش میسوخ. دلم میخواست هر کاری کنم تا دیگه گریه نکنه. آروم گفتم الزا بیا بیا، میخوام با حرف بزنم. تو برو، من خودم شب میام چمدونا رو میبرم. با اینکه تو این چند روز فقط در مورد مدل لباس با هم صحبت کرده بودیم، اما از رفتنش واقعا ناراحت بودم. شب تا صبح بیدار بودم. اگه هم خوابم میبرد خوابای آشفته میدیدم. صبح نور آفتاب که از پنجره افتاد رو صورتم چشمامو باز کردم. نه دلم میخواست از جام بلنشم، نه دلم میخواست بازم بخوابم. یاد الزا افتادم. تو دلم گفتم شاید الان برای برداشتن چمدوناش بیاد. پدر و آنه چطوری روشون میشه بهش نگاه کنن؟ به زور از تخت اومدم پایین. تو آینه به خودم نگاه کردم. چشمم پف کرده بود. باورم نمیشد این آدم منم. با خودم فکر کردم من تمام شب تو مهمونی با یه سری آدم بیکاره گذرونده بودم. حقم این شکلیشم. راستی روحم چی؟ روحمم به اندازه ظاهرم زشت شده؟ دست و صورتمو شستم. مسواک زدم و رفتم پایین. پدر و آنه تو ایوون صبونه میخوردن. آروم با هم صحبت میکردن. هر دوشون خوشحال و راضی بودن. فکر نمیکردم پدر اینجور آدمی باشه. یعنی برنگشتن الزا به خونه اینقدر براش مهم نبود؟ جلوتر رفتم. آروم سلام کردم و رو صندلی نشستم. سرم انداختم پایین و اخم کردم. سنگینی نگاهشون رو حس میکردم. پدرم با لبخند ازم پرسید شب خوب خوابیدم یا نه. فکر کردم پدر چقدر احساس خوشبختی میکنه. این لبخند و حسش برام تازگی نداشت. گفتم بدک نبود. برای خودم یه فنجون قهوه ریختم. سنگینی نگاهشون اذیتم میکرد. تحمل این سکوت آزاردهنده رو نداشتم. انگشتامو دور فنجون قهوه گرفتم و گفتم چیه؟ چرا انقدر مشکوک نگاه میکنی؟ آنه کمی جلو اومد. فکر کردم الانه بگه که برو دنبال الزا. اما به پدر نگاه کرد و با لبخند گفت من و پدرت تصمیم گرفتیم با هم ازدواج کنیم. خیره به پدر نگاه کردم. منتظر بودم پدر با چشمک یا اشارهی به من بفهمونه قضیه شوخیه. ولی پدر همچنان با لبخند نگاه میکرد. گفتم فکر خوبیه. دوباره سرمو انداختم پایین. باورم نمیشد. پدرم که همیشه با ازدواج مخالف بود، چطور یه شبه تصمیم گرفت ازدواج کنه؟ یعنی پدر و آنه به عواقب کارشون فکر کردن؟ اگه پدرم با آنه ازدواج کنه زندگی هر سمون محدود میشه، به خصوص زندگی من. البته ازدواج پدر با آنه مزایایی هم داشت.
آنه با هوش و زرنگی که داشت زندگی من و پدر رو مدیریت میکرد. دیگه شب نشینی با آدم های درست حسابی بود. شاید تفریحاتمونم بهتر و منطقی تر میشد. تو دلم راضی شدم. بهشون لبخند زدم و دوباره تکرار کردم فکر خیلی خوبیه. بیا جلو عزیزم. بیا جلو بغلت کنم. رفتم بینشون زانو زدم. هر دو روی سرم دست کشیدن. انگار گربه ملوس و با وفاشون بودم. حسم به این اتفاق خوب بود. میدونستم قرار بین من و آنه روابط جدیدی به وجود بیاد. روابطی که برام آشنا نبودن. چشمامو بستم و سرمو رو زانواش گذاشتم. آنه زن خوبی بود. میتونست منو مثل همیشه راهنمایی کنه و راه رسم زندگی رو بهم نشون بده. کم کم منم زن کاملی میشدم. مثل خودش. پدرم سر و سامون میگرفت. با صدای آنه سرمو از رو زانواشون بلند کردم. گفت: در مورد رضایت تو شک داشتم. پرسیدم: چرا؟ همیشه فکر میکردم تو از من میترسی. آنه زد زیر خنده. منم خندیدم. راستش درست تشخیص داده بود. من یه کمی ازش میترسیدم. آنه با زیرکی تمام به من فهموند از ترس من خبر داره. بعد ازم پرسید: به نظرت ازدواج دوتا آدم پیر مسخره نیست؟ گفتم: ولی شما پیر نیستین. پدر بلند شد. با آهنگی که از رادیو پخش میشد سرخوش چرخید. آنه مغرور رو بی‌اعتنا موفق شده بود دل پدر رو ببره. من هیچ وقت آنه رو زن معمولی نمیدیدم. آنه زنی باهوش و با اعتماد به نفس بود. تو هر کاری که میخواست موفق میشد. حس میکردم پدر از این ازدواج به خودش افتخار میکنه. تو دلم دعا کردم عشق پدر به آنه زود گذر نباشه. وجود هر سمون از عشق، ترس و امید لبریز بود. یه هفته به سرعت برق و باد گذشت. خبری از الزا نشد. زندگی من و پدر متحول شده بود. آنه طبق سلیقه و هوشیاری خودش برای ما برنامه ریزی میکرد. هر روز سر ساعت 12 تو رستوران مشخص نهار میخوردیم. شام تو خونه غذای سبک میخوردیم. سر ساعت میخوابیدیم. سر ساعت هم از خواب بیدار میشدیم. مهمونی های شبانه و بیخوابی ها تعطیل شده بود. با بی نظمی و بیبندوباری خدافزی کرده بودیم. به من خیلی سخت میگذشت. به پدر سختتر. چون رعایت این همه قوانین با روحیات پدر سازگاری نداشت. اما آنه را هم دوست داشت. آنه بیشتر وقتشو به استراحت میگذرم. پدرم از این که کنار آنه راضی و خوشحال بود. منم خوشحال بودم. بابت این آرامش خدا رو شکر میکردم. دلم میخواست این لحظات تا آخر عمر ادامه داشته باشه. بعضی شبا ستایی به ساحل میرفتیم. شونه به شونه هم مسافت طولانی رو قدم میزدیم. بیشتر از آینده حرف میزدیم. پدر و آنه قرار گذاشتن وقتی برگشتیم پاریس جشن مجللی بگیرن و ازدواجشون رو به همه اعلام کنن. زندگی بر وفق مراد هر سمون پیش میرفت، ولی انگار خدا برامون سرنوشت دیگه ای رقم زده بود. تمام اتفاقا رو برای سیریل تعریف میکردم. من و سیریل روزا از صبح تا غروب میرفتیم قایق سواری. روز به روز بیشتر بهش علاقه من میشدم. تو دلم احساس میکردم اونقدر که من سیریل رو دوست دارم، سیریل منو دوست نداره. به این احساسم بالا پر نمیدادم. دوست نداشتم حسم به واقعیت تبدیل شه. هر روز غروب قبل از تاریکی هوا از قایق سواری برمیگشتیم. سیریل قایق رو روی ساحل میکشید. با هم از جاده جنگلی میرفتیم خونه. پر از انرژی بودیم. آواز میخوندیم و میگفتیم و میخندیدیم. طوری که صدامون تو جاده میپیچید. گاهی هم ادای قبایل سرخپوست رو در میآوردیم. چوب و برگ لای موامو میذاشتیم و سر صدا میکردیم. اینقدر میدویدیم تا به نفس نفس بیفتیم. صدای امواج و صدای پرنده های جاده جنگلی لذت بخشترین موسیقی برای هر دومون بود. یه روز به قدری سرگرم تفریح و خنده بودیم که از زمان غافل شدیم. حواسم نبود دیر شده. یه دفعه صدای آنه منو به خودم آورد. آنه عصبانی گفت: معلومه کجایی؟ نمیگی نگران میشیم؟ زیر لب گفتم: داشتم میومدم. آنه پرید تو حرفم. به سیریل گفت: دیگه نمیخوام این دور رو بر ببینمت. گریم گرفته بود. گفتم: شما اشتباه میکن. حرفم نصفه موند. سیریلم جوابی به آنه نداد. دوید تو جنگل و ناپدید شد. همراه آنه برگشتم خونه. چهره آنه زیر نقابی از خشم و نفرت پنهان شده بود. چهره که من ازش حسابی میترسیدم. آنه گفت: عاقبت این نوع تفریحا و سرگرمی ها تیمارستانه. نه،
کی گفته عاقبت دو کلمه حرف زدن و خندیدن تیمارستانه؟ خواهش میکنم به حرف من گوش بده و این پسر رو فراموش کن سیسیل. تو فقط 17 سالته. من خودم رو مسئول تربیت تو میدونم. اجازه نمیدم زندگی تو به باد بدی. در ضمن از این به بعد باید خودتو برای امتحانای مدرسه آماده کنی. تو این مدت آنه رو خوب شناخته بودم. وقتی حرفی میزد به حرفش ایمان داشت. امکان نداشت با دلایل من از حرفش برگرده. تنها نقطه امیدواریم پدر بود. انتظار داشتم پدر مثل همیشه حقو به من بده. رسیدیم خونه. دلم می‌خواست آنه تو پلا دستمو بگیره و با مهربونی بگه خیالت راحت. پدرت از این موضوع هیچی نمیفهمه. به شرطی که قول بدی درستو بخونی. اما چیزی نگفت. دور میز شام نشستیم. اولین قاشقو تو دهنم گذاشته بودم که آنه گفت ریموند، اتفاق مهمی افتاده. آنه منمن کرد. سسیل وقت گذرونی با سیریلو از حد گذرونده. پدر که فکر میکرد قضیه شوخیه گفت چی؟ سیریل کیه؟ داد زدم. پدر، آنه اشتباه میکنه. آنه حرفمو قطع کرد. تو باید برای امتحانای آخر سال وقت بذاری. ببین دخترم، بگو ببینم این سیریل پسر خوبی هست یا نه؟ بازم آنه نذاش من جواب بدم. گفت به خوب بودن پسره چی کار داری؟ مهم اینه که سسیل دختر خوبیه. دلم نمیخواد اتفاق بدی براش بیفته. متاسفانه راهی که پیش گرفته راه خوبی نیست. به پدر نگاه کردم. پدر سرش انداخت پایین و گفت دخترم، آنه درست میگه. تو باید درس بخونی. مباحث فلسفت خیلی سنگینه. خوندنش وقت گیره. پدر، مباحث فلسفه به چه درد من میخوره آخه؟ آنه دستمو گرفت. تلاش کرد با نهایت مهربونی حرف بزنه. باور کن زیاد سخت نیست. کافیه دو روز به جای بیرون رفتن کتابتو دستت بگیری. کم کم برات روون میشه. منم کمکت میکنم. روز بعد کتاب فلسفه‌مو برداشتم. چند صفحه خوندم. مطالبو یه بار با چشم میخوندم، یه بارم بلند. سرم درد گرفته بود. کلمات مثل طوفانی بودن که تو سرم غوغا میکردن. روی تختم دراز کشیدم. یاد سیریل افتادم. اما به خودم تلنگر زدم که افکار ابلهانه رو به سرت راه نده. یاد آنه و حرفاش افتادم. بلند شدم. لبه تخت نشستم. دوباره افکار منفی منو به طرف خودش کشید. انگار صدای درونم میگفت آنه موزی و بدجنسه. بعد از سر راهت برش داری. دندونم از خشم به هم میخوردن. آنه خودش باعث این احساس من شده بود. خودش بود که تخم کینه رو تو دلم کاشت. آنه منو پیش سیریل و پدرم خار و خفیف کرده بود. این زن قدرت شیطانی داشت. با زرنگی پدرم و از دستم در آورده بود و صاحبش شده بود. سر میز شام پدر بهم اخم کرده بود. همون پدری که منو تو کوچه باز کوچه های پاریس میچرخوند و هرچی دلم میخواست برام میگرفت. دلم میخواست بلند بلند گریه کنم. تمام روزهای خوشم به باد رفته بود. من زیر فرمان آنه بودم. صدای ضعیف درونم جواب میداد نه، اینطوری هم که فکر میکنی نیست. تو به زیرکی و مهربونی آنه ایمان داری. اما زور افکار منفی بیشتر بود. مدام با خودم میگفتم وظیفه دارم که هر چه زودتر زندگی خودم و پدرم نجات بدم. ببین چطور روزای شیرین گذشته ازم دور شدن. آزادی ها، شادی هامون همه تموم شدن. من قبل از آنه همه چیزو خودم برای خودم انتخاب میکردم. تمام روز با این افکار دست و پنجه نرم کردم. انگار تو خلسه و خماری بودم. نتیجه که گرفتم این بود. زندگی من و پدر بازیچه دست آن لارسن شده. سر میز شام سکوت کرده بودم. پدر سر حرفو باز کرد. من از جوونی همیشه عاشق حرف زدن و تعریف کردن بودم. همیشه دلم میخواست هم خودم حرف بزنم، هم حرفای دیگرونو با اشتیاق گوش بدم. با دلخوری بهش نگاه کردم. تو دلم بهش جواب دادم. امیدوار بودم صدای دلمو بشنوه. تو دلم بهش گفتم تو عاشق حرف زدن با من بودی، اما حالا دیگه نیستی. تو عشق منو فروختی. درسته تا قبل از آنه از همه چی با هم حرف میزدیم، اما حالا خودت از من دوری میکنی. معلومه دیگه منو دوست نداری. بهش زل زده بودم تا از نگاهم حرفمو بخونه. چشمای پدر درمونده بودن. شاید فهمیده بود رابطمون تو خطره. آنه گفت
سسیل، خسته ای؟ اگه بهت فشار آوردم معذرت میخوام. جوابی ندادم. شامو خوردیم و به ایوون رفتیم. یاد سیریل افتادم. چقدر دلم براش تنگ شده بود. انگار ماها بود ازش دور بودم. اول دلم برای خودم سوخت که مجبور بودم شب دوباره فلسفه بخونم. ولی بعد دلم برای آنه سوخت. چون میدونستم عاقبت شکستش میدم. به اتاقم رفتم. تا نیمه های شب گریه کردم. نفهمیدم که خوابم برد. تو وجودم دوتا نیرو مدام با هم در جنگ بودن. من گیج کرده بودن. نمیتونستم درست و غلط رو تشخیص بدم. نمیدونستم شکی که به آنه داشتم منطقی بود یا اثر خودخواهی و نادونی. روزها میگذشتن. بیشتر روز تو اتاق میموندم. به کشمکش های درونیم فکر میکردم. کم حرف شده بودم. روز به روزم لاغرتر میشدم. روزا یا تو اتاقم بودم یا تنهایی تو ساحل دراز میکشتم. آنه و پدر نگرانم بودن. به رفتار و حرکات آنه دقت میکردم. نگران به من و عاشقانه به پدر نگاه میکرد. لحظه محبتش رو درک میکردم و لحظه دیگه فکر میکردم بازیگر خوبی و نقشش رو خوب داره بازی میکنه. وقتی آنه برای پدر از برگشتن به پاریس و زندگی تو پاریس حرف زد، ترس تمام وجودم رو گرفت. از آینده میترسیدم. آینده‌ای که خودم توش هیچ اختیاری نداشتم. باز به خودم میگفتم آنه آدم بدی نیست. فقط ویژگی‌های اخلاقیش با من و پدر فرق داره. آنه خونسرد و آرومه، ما عجول و پرحرارت. انزوا و تنهایی و دوست داره، ما جمع و ارتباط. دوست داره زندگی محدودی داشته باشه، اما ما دوست داریم زندگی آزاد و رهایی داشته باشیم. آنه آدم تودار و مرموزیه، اما من و پدر ظاهر و باطنمون یکیه. نه، آنه دوست داره آروم و بی صدا مثل مار خوشخط و خالی تو زندگی من و پدر بخز و ما رو نابود کنه. دوباره به خودم میگفتم که خجالت بکش. این چه جور فکر کردن در مورد آنه است؟ این جور فکر کردن در مورد آنه ناسپاسیه. اگه خونسرد و آرومه نشونه موزیگریش نیست، نشونه نجابتشه. وضعیت روحی پدر بهتر از من نبود. از طرفی عاشق آنه شده بود و اونو با تمام ویژگیاش دوست داشت، اما از طرف دیگه هنوز مجذوب زرق و برق و تفریح بود. یه روز صبح که تو ساحل نشسته بودم، پدر و آنه اومدن تو ساحل کنارم. حوصله‌شون رو نداشتم. می‌خواستم بلند شم برم که پدر دستشو گذاشت رو شونه‌ام. به آنه گفت: آنه، ببین این دختر چقدر لاغر شده. اگه فکر میکنی به خاطر درس خوندن اینطوری شده، من دیگه اجازه نمیدم ادامه بده. پدر فکر میکرد من خیلی درس میخونم، در حالی که من فقط یکم فلسفه خونده بودم. تو دلم گفتم پدر جان، باید زودتر این حرفو میزدی، دیگه خیلی دیره. آنه به من نگاه کرد و گفت: درسته، شاید سخت باشه، ولی کافیه جای بیکار نشستن توی اتاق و بی خودی تو ساحل قدم زدن کمی جدی درسشو بخونه. اولش سخته، ولی کم کم راه میفته. به چشماش نگاه کردم. آنه از کجا فهمیده بود من تو اتاق بیکار میشینم؟ نکنه فکرمو میخوند؟ از فکرم لرزیدم. جواب دادم: من تو اتاق بیکار نمیشینم. پس چی؟ سرمو به چپ و راست تکون دادم. پدر نگران گفت: سسیل، مثل مرغ پرکنده شدی عزیزم، لاغر شدی. آنه گفت: سسیل عزیزم، به خودت اهمیت بده. از جات بلند شو. ورزش کن، درساتو بخون، غذاهای مقوی بخور. فریاد زدم: من امتحان نمیدم، میفهمین؟ انتظار داشتم آنه دستمو بگیره، آروم بهم بگه پس چی برای تو مهمه. دوست داشتم انقدر سوال پیچم کنه تا همه چی از زیر زبونم بکشه بیرون. تمام چیزایی که تو ذهنم گنگ و مبهم بود، میخواستم قانعم کنه. شاید اینطوری از شر فکرهای مالی خولیایی راحت می شدم. چند ثانیه تو چشمای هم نگاه کردیم. رنگ روشن چشماش خاکستری شده بود. نفرت رو تو چشاش می دیدم. انگار با چشماش جادو می کرد. سرمو برگردوندم. نمی خواستم بیشتر از این تسخیرم کنه. تنها چیزی که براش اهمیت نداشت من و افکارم بودیم. دراز کشیدم. گونه هام رو داغی شنا گذاشتم. بغضم ترکید. اشکام سرازیر شدن. آنه دستشو گذاشت روی سرم و گفت: دختر، انقدر زندگی رو سخت نگیر. اشکامو پاک کردم و گفتم: خودمم نمیدونم چه میشده. با
بلند شو بریم نهار بخوریم. تا خونه بین پدر و آنه راه رفتم. سکوت کرده بودیم. هر کس تو فکر خودش بود. دستای پدر رو سفت گرفته بودم. به دستای بزرگ و مهربونش فکر میکردم. به اینکه این دستا تا حالا تو هیچ شرایطی منو تنها نذاشتن. ناخودآگاه دستشو فشار دادم. نگاهم به نگاهش برخورد کرد. هر دو به هم لبخند زدیم. روزا همینطور دنبال هم میگذشتن. احساس من به آنه عوض نمیشد. مدام این فکر تو سرم میچرخید که این زن اومده زندگی ما رو به باد بده. دیگه به سیریلم فکر نمیکردم. وجودش فقط چند روز منو خوشبخت کرده بود. دیگه دلم نمیخواست ببینمش. تمام روز تو اتاق میموندم. درست مثل یه زندانی واقعی. اتاقم آفتابگیر بود. مجبور بودم پنجره رو ببندم. تو هوای خفه سیگار میکشیدم و موسیقی گوش میدادم. یه همچین زندگی برای شکنجه دادن کافی بود. خودم هم داشتم خودم رو شکنجه میدادم. بعد از ظهر کسل کننده بود. پدر کسی آورده بود تا خونه رو تمیز کنه. مستخدم در اتاقم رو زد. گفتم در کسی با من کار داره. از جام پریدم. فکرم رفت پیش سیریل. پله‌ها رو یکی در میون دویدم. احزاب پشت در ایستاده بود. تا دیدمش فریاد کوتاهی کشیدم. مشخص بود نگرانه. دلش نمیخواست کسی از اومدنش باخبر شه. دستای همو به گرمی فشار دادیم. بهش گفتم الزا دلم خیلی برات تنگ شده بود. منم همینطور. من و تو روزای خوبی با هم گذروندیم. طرز فکر و علاقه‌هامون خیلی شبیه هم بود. یاد خوشی‌ها و لذت‌ها و مهمونی‌های افتادم که با الزا داشتم. از یادآوری زیاد خوشم نیومد. حرفو عوض کردم. گفتم بیا بریم تو اتاق من. اونجا پدر با خبر نمیشه. با شنیدن اسم پدر سرشو تکون داد و گفت اومدم چمدونامو ببرم. با اینکه جان چند دست لباس برام خریده اما به وسایلم احتیاج دارم. فکر میکرد من میدونم جان کیه. شاید هم انتظار داشت بپرسم ازش. ولی هیچی نپرسیدم. دست تو دست هم از پله ها بالا رفتیم. لحظه فکر کردم شاید هنوز پدر رو دوست داره. تو اتاق که رفتیم الزا با صدای آروم شروع به حرف زدن کرد. بازم از خوشی ها و تفریح کنار ساحل گفت. تون تون حرف میزد. من فقط فرصت داشتم لبخند بزنم یا به چشمام تعجبمو نشون بدم. وقتی خواست نفسی تازه کنه یاد پدر افتاد. کنار پنجره ایستاد. پرسید پدرت چطوره؟ با آنه خوشبخته؟ بوسخند زدم. نمیدونی آنه چه جور زنیه. زیرک، موزی، آب زیرکا. پدرم مثل موم تو چنگش گرفته. الزا سرشو تکون داد. یعنی ریموندم تن به خواستش داده؟ آنه جادوگره. پدرمو سحر کرده. الزا چشاش گرد شده بود. نباید میذاشتم از شوک در بیاد. با هیجان بیشتری گفتم میدونی الزا من نباید بذارم نقشش عملی شه. ته قلب پدرم راضی به این ازدواج نیست. ولی اون زن قدرت نگفتن رو ازش گرفته. الزا حرفامو تایید کرد. آره میدونم سیسیل. فقط تو میتونی جلوی این زن رو بگیری. پدرت آنه رو دوست نداره. ولی اگه بذاریم ازدواجشون عمق بگیره معنیش اینه دوستش داره. خندم گرفته بود. الزا چقدر ساده بود. گفتم الزا خودتو به اون را نزن. من میدونم پدرم تو رو دوست داره. فقط الان تو بد مخمسه ای افتاده. باید کمکش کنیم. بیا بریم پایین. الزا پشتشو به من کرد. میخواست رضایت و خوشحالی تو چهرش نبینم. تندی گفتم آنه از در اخلاق وارد شد و موفق شد پدرمو گول بزنه. آنه با پیش کشیدن حرف ازدواج و تشکیل خانواده روح پدر منو تسخیر کرد. الزا اگه اینجوری شه من و پدرم نابود میشیم. خواهش میکنم هر کاری از دستت برمیاد بکن. الزای بیچاره بغض کرد. آخه از دست من چه کاری برمیاد؟ چهره درمونده الزا موفقیت منو نشون میداد. تو دلم احساس غرور میکردم. موفق شده بودم آتیش خشم و کینه رو تو وجود الزا شعله ور کنم. الزا یاد روزای خوش گذشته افتاده بود. فکر میکرد آن لارسن اومده عشقش رو ازش گرفته. میخواست هر طور شده انتقام بگیره. اینو میشد از تو چشماش خوند. بهش گفتم الزا هر چی بهت میگم گوش بده. برو خونه سیریل. از طرف من پیغامی براش ببر که تو رو بشناسه. پیشش بمون تا من بیام پیشتون. اون وقت ستایی میشینیم فکر میکنیم که چی کار باید بکنیم. الزا اولش دو دل بود. ولی من قاطع بهش گفتم تو باید آیندت اونجوری که میخوای بسازی. تسلیم سرنوشت نشو. بالاخره الزا رفت.
هزار جور فکر و خیال به سرم هجوم آورده بود. طول و عرض اتاقمو قدم می‌زدم و نقشه می‌کشیدم. از لحظه‌ای که الزا برگشته بود، بیزاری و تنفر تو وجودم بیشتر شده بود. تو ذهنم غوغا بود. گاهی دلم برای آنه می‌سوخت. گاهی هم الزا رو احمق فرض می‌کردم. گاهی پدرمو فریب خورده می‌دیدم. گاهی خودمو شجاع و جسور. لحظه‌ای حس توبه داشتم. دلم می‌خواست برم تمام نقشه‌هامو به آنه بگم. اما یهو حقو به الزا میدادم. روز بعد اتاقمو عوض کردم. وسایلمو به اتاق زیر شیروانی بردم. به بهونه سکوت اتاق درس خوندن میخواستم بیشتر تنها باشم. سر میز ناهار به پدر گفتم: بعد از اینکه دیپلممو گرفتم میخوام با آدم حسابیا بیشتر نشست و برخاست کنم. دلم میخواد آدم مهمی باشم. پدر خندید و گفت: خوبه، اینطوری منم به آرزو میرسم. با پدر گفتیم و خندیدیم. بعد از نهار رفتم ساحل قدم بزنم. تا رسیدم به ساحل سیریل رو دیدم. سیریل تا منو دید دوی طرفم و با تعجب گفت: سسیل، تو این مدت کجا بودی؟ چرا اینقدر لاغر شدی؟ من تمام این روزا منتظرت بودم. سیریل با هیجان ابراز احساسات میکرد، ولی من حوصله نداشتم حرفای عاشقانه بزنم. بی توجه به حرفاش گفتم: نظر مادرت در مورد الزا چیه؟ به مادرم گفتم از دوستای توه. گفتم این دختر بی کسه، تنهاست. به نظر میاد دختر خوبی باشه. الزا در مورد آنه همه چی رو برام تعریف کرد. آنه خیلی خبیثه سیسیل. ببین سیر، این طور که الزا تعریف کرده نیست، یکم زیاده روی کرده. بذار خودم برات بگم. سیریل پرید وسط حرفم. اتفاقا منم میخوام یه چیز مهمی رو بهت بگم. راستش سیسیل، من عاشق تو شدم. میخوام همین الان همینجا ازت خواستگاری کنم. ترس تمام وجودمو گرفت. گفتم: سیریل، الان اصلا وقت این حرفا نیست. من تا حد مرگ دوستت دارم. برات آرامش و آسایش فراهم میکنم. میخوام رشته حقوق رها کنم، میرم دنبال کار. یکی از عموهام بهم قول کار داده. نمیخواستم ازدواج کنم، نه با سیریل نه با هیچ کس دیگه. بعد جواب میدادم که قانع میشد. گفتم: این فکرها رو از سرت بیرون کن، پدرم هیچ وقت رضایت نمیده. راضی کردن پدرت با من؟ این کار آنه رو فراموش کردی. آنه فکر میکنه من به اندازه کافی بزرگ نشدم. مطمئن باش پدرم رو حرف آنه حرف نمیزن. من برای اونم یه فکری میکنم. همون موقع الزا اومد تو ساحل. نفس راحتی کشیدم و بحثو عوض کردم. الزا طوری با هم مهربونی میکرد انگار با یه بیمار برخورد میکنه. گفت: من خیلی فکر کردم، ولی هیچ راهی به ذهنم نرسید. انگار این مشکل به بن‌بست خورده، هیچ راه حلی نداره. جسورانه گفتم: چرا؟ یه راهی وجود داره. شما هیچ کدومتون درست و دقیق فکر نکردین. با این حرفم توجهشون بیشتر جلب شد. احساس غرور میکردم. من ازشون 10 سال کوچیکتر بودم، اما هر دوشون چشم به دهن من دوخته بودن تا ببینن چه فکری دارم. شمرده شروع کردم به حرف زدن. با دلیل و منطق بهشون ثابت کردم که این کار شدنیه. گفتم: اگه فکر میکنید از پس این کار بر نمیایید، از همین اول خودتونو بکشید کنار. سیریل گفت: من به خاطر تو تا آخرش هستم. الزا به سیریل گفت: اگه بخوای با سسیل ازدواج کنی، اول باید آنها رو از سر راهت برداری. رضایتش اولین و مهمترین شرطه. سیریل آهسته گفت: سسیل، من و تو باید با هم زندگی کنیم. بالاخره من و الزا به این بازی خاتمه میدیم. مطمئن باش همه چی درست میشه. به این فکر کردم. ما بازی رو شروع کردیم که کارگردانش منم. هر موقع اراده کنم کات میدم. آروم گفتم: راستش تمام تقصیرام گردن آنه نیست. من این مسخره بازی رو به دلایل شخصی شروع کردم. به خاطر کینه ای که از آنه به دل گرفتم. من برای تنبلی و فرار از انجام تکلیف این نقشه رو کشیدم. سیریل تو حال هوای خودش بود. انگار اصلا متوجه حرفای من نشده بود. دوباره افکار خوب و بد به سرم هجوم آوردن و قدرتمو گرفتن. دلم می‌خواست بدونم این نقشه‌هام درست از آب در میان. اگه پدرم عاشق آنه باشه، کنارش خوشبخت میشه؟ من نباید به خاطر خودم خوشبختی پدرمو ازش بگیرم. از طرفی میدونستم الزا و سیریل برای اجرای نقشه بدون من حتی یه قدم نمیتونن بردارن. من رو افکارم تسلط نداشتم و این نشونه ضعفم بود. با آنا و پدر رفتیم ساحل. روشنای داغ نشسته بودیم که سیریلو از دور دیدیم.
پدر زودتر از همه متوجه شد. با لبخند گفت: آنه، راحتش بذار، پسر خوبیه. احساس خطر کردم. دعا دعا کردم طرف ما نیاد. پدر گفت: آره، پسر خوبی. چی کار میکنه؟ برای خودش دور میزنه. انگار یه نفر پیششه. شاید مادرشه. اما نه، خدای من، ارزاس، این دختر چه عجوبه‌ایه. با این پسر جوون چی کار داره آخه؟ از کار سیریل خوشم نیومد. آنه میخواد خودشو خونسرد نشون بده. دستشو انداخت روی شونم و گفت: سیسیل عزیزم، اگه ناراحتت کردم منو ببخش. فکر میکنم یکم زیاده روی کردم. به چشماش نگاه کردم. برای اولین بار حس کردم به من به عنوان موجودی متفکر نگاه میکنه. دستش روی شونم سنگینی میکرد. برای اینکه دستش از روی شونم بیفته سرم به طرف پدر چرخوندم. پدر همچنان زل زده بود به قایق سیریل. سرم گیج میرفت. ضعف داشتم. دیگه نه چیزی دیدم نه چیزی شنیدم. مستخدممون به پدر خبر داد دختری برای بردن چمدوناش اومده و تندی برگشته. پدر و آنه منو سوال پیچ نکردن. خوب میدونستم تو رابطه سیریل و الزا خودم مقصرم. همه جا سیریل و الزا رو با هم میدیدم. تا میدیدمشون فرار میکردم. نمیخواستم باشون رو در روشم. آنه خیلی حواسش به من بود. تا میدید رفتم تو فکر میومد موامو نوازش میکرد. حرفی میزد که فکرم عوض شه. تشخیص نمیدادم این مهربونیش از ذات پاکشه یا از سیاستش. از اینکه به سیریل و الزا گفته بودم پدرم آنه رو دوست داره و باش خوشبخت خوشحال بودم. محبتهای آنه کم کم حالمو بهتر میکرد. یه روز با پدرم تو فروشگاهی خرید میکردیم. اتفاقی الزا از کنارمون گذشت. الزا ما رو ندید ولی ما دیدیمش. پدر گفت: انگار حالش خوبه. پوزخندی زدم و گفتم: زندگی جدید بهش ساخته. سیسیل، انگار تو از این ماجرا دیگه ناراحت نیستی ها؟ گفتم: شاید سیریل و الزا کنارم خوشبخت باشن، به هر حال همسن. نه، وجود آنه باعث شد من الزا رو از دست بدم. فکر میکنی اگه آنه بهتر نبود من اجازه میدادم کسی نامزدم از چنگم در بیاره؟ پدر قبول کن سن و سال خیلی مهمه. پدر شونه‌هاشو بالا انداخت. تمام مدتی که تو فروشگاه بود یک کلمه هم حرف نزد. شاید این حرف من پدر رو به این فکر فرو برده بود که دیگه مثل قدیم جوون نیست. روزا تو اتاق خودم تنها بودم. کتابی در مورد ریاضت هندوها مطالعه می‌کردم. برام جالب بود. گاهی هم بلند بلند می‌خندیدم. پدر و آنه فکر می‌کردن من تو اتاقم ساعت‌ها درس می‌خونم و برای امتحانا خودم رو آماده می‌کنم. من تو نظر پدرم عاشق شکست خورده‌ای بودم که به درس و کتاب پناه آورده. اما خودم حس می‌کردم آنه برام ارزش قائل و آدم حسابم می‌کنه. یه روز که برای خنده شکل مرتضی هندی روی صندلی چهارزانو نشستم، همون لحظه کسی در زد. فکر کردم حتما خانم مستخدمه. گفتم: بیا تو. یه دفعه آنه اومد تو اتاق. منو که دید خوشگش زد. گفت: چی؟ چی کار داری می‌کنی؟ درسم رو تمرین میکنم. کتابی که رو میز بود و برداشت. با ناراحتی گفت: از اولشم بهت شک داشتم. سیسیل کارت خیلی بد بود. تو من و پدرتو چی فرض کردی که این کارا رو میکنی؟ آنه از اتاقم بیرون رفت. من موندم و چند تا سوال بی جواب. نمیفهمیدم چرا ازم ناراحت شده. من چه کار بدی کرده بودم؟ آنه اومد تو اتاقم و با حرفاش منو رنجوند. درست مثل قبل. از دستش عصبانی بودم. بی هدف از خونه زدم بیرون. همین جوری که می دویدم یهو خودم رو جلوی خونه سیریل دیدم. در خونه باز بود. آهسته و بی صدا رفتم تو. سیریل پشت میز کارش نشسته بود. تا منو دید از جاش پرید. سیسیل، تو اینجا چی کار میکنی؟ آرومتر حرف بزن. مادرت نفهمه من اینجام. خب. گفت بشین تعریف کن چی شده. اتفاقی که بین من و آنا افتاده بود و براش تعریف کردم.
ولی هیچی از الزا نپرسیدم. به خونه که رسیدم آنه رو جلوی در دیدم. نه آنه چیزی به هم گفت، نه من باش حرف زدم. به صورتش زل زدم و بغضم ترکید. دستامو جلوی صورتم گرفتم و هق هق گریه کردم. آنه سرمو تو آغوشش گرفت. به خودم فکر کردم همیشه رفتار این زن برام عجیب و مرموز بوده. آنه تمام مدت سعی میکرد منو تربیت کنه. اگه ماجرای ازدواجش با پدرم در میون نبود میگفتم از سر وظیفه به من امر و نهی میکنه. باید مقاومت میکردم. باید کاری میکردم خسته شه و رفتارامو بپذیره. ولی هر چقدر من لجباز و یه دنده بودم، آنه تو تصمیمش مقاوم بود. سر میز شام با هم در مورد درس خوندن و انجام تکالیف بحث کردیم. بحث به جایی رسید که صدامو رو آنه بلند کردم. آنه هم سرم فریاد کشید. عصبانی بلند شدم. خودم میدونستم زیاده روی میکنم. سفره روی میز و یهو کشیدم و تمام وسایل ریخت و شکست. پدر مات و مبهوت زل زده بود بهم. آنه عصبانی فریاد زد که برم تو اتاقم. منو انداخت تو اتاق، در روم قفل کرد. با تمام قدرت به در میکوبیدم، اما نه آنه اومد نه پدر. به طرف پنجره رفتم. راه فراری نداشتم. تو اتاق قدم میزدم. درمونده شده بودم. روی تخت دراز کشیدم. یه ساعت بعد پدر اومد تو اتاقم. از جام تکون نخوردم. آروم شده بودم، ولی وانمود میکردم هنوز عصبانیم. پدر کنارم روی تخت نشست. گفت حالت خوبه سسیل؟ بد نیستم. میخوام کمی باهات صحبت کنم. در مورد چی؟ وقتی حرف زدنهای ما نتیجه نداره چرا حرف بزنیم؟ سسیل، تو با آنه خیلی بد حرف میزنی. باید احترامشو نگه داری. ولی بابا دیدی که چی؟ دخترم. باشه بابا، درست میگی. من زود از کوره در رفتم. ازش میرم عذرخواهی میکنم. قبول داری اشتباه کردی؟ این حرف از ته دلته؟ باید جوابی میدادم که تحت تاثیر قرار بگیرم. تو چشماش نگاه کردم و گفتم بله پدر، شرایط هر چی باشه تحمل میکنم. من باید به فکر رفتن خودم باشم. نه دخترم، این حرفو نزن. ما فقط 2 سال طعم با هم بودن رو میچشیم. برای خودم هم گفتن این حرف راحت نبود. به لحظه ای فکر کردم که از پدر جدا میشم. خودم رو تو آغوشش دیدم که زار میزنم. بغضم رو خوردم و گفتم میدونی پدر، من و آنه هر دو حساسیم. باید هوای همو داشته باشیم. پدر با سر حرفای منو تایید میکرد. میدونستم باورش اینه من باید هوای آنه رو داشته باشم. گفتم معلومه همیشه حق با خانم آنه است، چون از هر نظر از من بالاتره، هم از نظر سنی از من بزرگتره، هم عقلش بیشتر از منه و از هر طرف که نگاه بکنیم کفه آنه سنگین تره. پدر خواست چیزی بگه اما بهش اجازه ندادم. گفتم اگه فقط 1-2 ماه تحمل کنی همه چی درست میشه. من خودمو طبق خواسته های آنه در میارم، همونی میشم که اون میخواد. وحشت رو تو چشمای پدر میدیدم. موفق شده بودم. آروم گفت دخترم، اعتدال تو هر کاری خوبه. من خودم میدونم با انتخابم تو رو اذیت کردم. اینو میدونم، ما راه کج رو رفتیم هر دومون. باید از یه جایی تغییر رویه میدادیم. خب که یه دفعه آنه پیدا شد. روش زندگی آنه درست متضاد روش زندگی ما بود، ولی این دلیل نمیشه هر چی میگه ما چشم و گوش بسته بپذیریم. حرفی نزدم، سرمو تکون دادم. پدر پیشونیمو بوسید، دستمو گرفت و بلندم کرد. هر دو رفتیم پیش آنه. بدون مقدمه ازش عذرخواهی کردم. آنه با خوشرویی گفت اشکالی نداره، من گرمای هوا رو مقصر میدونم. فراموشش کن سسیل. پدر برامون قهوه درست کرد. احساس سبکی میکردم. گفتم میخوام برم تو جنگل قدم بزنم. یه راست رفتم پیش سیریل. تمام اتفاقا رو از سیر تا پیاز براش تعریف کردم. وقتی حرفام تموم شد گفت من بهترین کار رو انجام دادم. موقع خداحافظی جدا شدن ازش برام سخت بود. من دوباره به سیریل علاقه من شده بودم. صبح روز بعد با پدر رفتیم پیاده روی. از اینکه موفق شده بودم بدون آنه پدر رو ببرم خوشحال بودم. طبق نقشه قبلی با سیریل پدر رو به طرف محل قرار بردم. از بین جاده‌ای که دو طرفش رو علفه و شاخ و برگای هرز گرفته بودن گذشتیم. پدر راهو برای من باز میکرد تا دست و پاهم زخمی نشن. یه دفعه صدای الزا و سیریل به گوشمون خورد.
الزا میخندید. گوشای پدر تیز شد. برای طبیعی جلوه دادن اتفاق به طرف صدا رفتم. الزا و سیریل رو دیدیم. برای لحظه فراموش کردم خودم به سیریل گفتم این کارو بکنه. پدر بیچاره. یه دفعه حالش بد شد. آدم بیغیرت. میخواست بره سمتشون. دستشو گرفتم. پدر، انگار یادت رفته خودت نام زدی تو با الزا تموم کردی. این شما بودی که الزا رو رها کردی. درسته، ولی الزا نباید این کارو بکنه. ببینم، یعنی تو الان ناراحت نیستی؟ پدر، هم الزا هم سیریل آدم های مستقلی هن. در ضمن من دیگه به سیریل علاقه ندارم. منم دیگه علاقه به الزا ندارم. ولی دیدن این صحنه آزارم میده. باید میزدم به هدف. گفتم، پدر، شاید تای دلت هنوز الزا رو دوست داری. الزا آدمیه که دل و زبونش یکیه. به نظرم مقصر آشنایی سیریل و الزا شمایی. شما الزا رو نامزد کردی، به خودت وابسته کردی، بعدشم ترکش کردی. موفق شدم به پدر حس عذاب وجدان بدم. تو راه برگشت به خونه هیچ کدوممون حرف نزدیم. تا به خونه رسیدیم پدر آنا رو به مهربونی نگاه کرد. آنا از ماجرا سر در نمی آورد. ظهر با شنیدن صدای سوت سیریل رفتم ساحل. سیریل تا اومد حرف بزنه بهش اجازه ندادم صحبت کنه. به هر حال همه چی نقشه من بود. عشق به سیریل به من جون دوباره ای داده بود. آنه رو به حال خودش رها کرده بودم. دیگه نه آنه به من کار داشت نه من به آنه. بعد از اجرای نقشم چند بار دیگه هم پدر رو به طرف الزا و سیریل کشوندم. الزا احساس میکرد به پیروزی نزدیک میشه. توجه پدر به الزا جلب شده بود. صبح خودش پیشنهاد قدم زدن میداد. طوری برنامه ریزی میکرد آنه با همون نیاد. پنهانی الزا رو تعقیب میکرد. الزا براش مهم شده بود. ولی من هنوز نقشم ادامه داشت. اگه اتفاق مهمی نمیافتاد ما به پاریس برمیگشتیم و پدر و آنه با هم ازدواج میکردن. چند روز بعد از طرف یکی از دوستای پدرم به اسم شارل بب به مهمونی دعوت شدیم. شارل از دوستای قدیمی پدرم بود. به پدرم ارادت زیادی داشت. مردی بود که تمام زندگیشو کار کرده بود تا خواسته های افراطی همسرشو برآورده کنه. خوشبختانه آنه مخالفتی برای رفتن به مهمونی نداشت. موضوع به سیریل و الزا گفتم. ولی وقتی الزا گفت شارلو میشناسه پشیمون شدم. پشیمونی فایده ای نداشت. الزا اصرار داشت این شرایط بهترین موقعیته که پدر رو به طرف خودش بکشونه. میگفت شارلو منو میشناسه. شاید بتونه پدرتو متقاعد کنه آنه رو رها کنه. سیریل نظر خاصی نداشت. فقط میگفت هر جا من باشم دوست داره باشه. ناچار نشونی رو بهشون دادم. ساعت 6 من و پدر و آنه سوار اتومبیل آنه شدیم. موسیقی آرومی پخش میشد و باد ملایمی میوزید. به نظر همه چی خوشایند بود. همسر شارل وب اهل مهمونی بود. دورش پر از جوون بود. خانم وب براشون خرج میکرد تا کنارش بمونن. برای لحظه ای فکر کردم چقدر بده آدم برای موندن کسی بهش باج بده. همون اول ملاقات آنه متوجه بدجنسی و بدذاتی خانم وب شد. بهم گفت سعی کن زیاد با این زن هم صحبت نشی. شارل اولش فکر کرد رابطه پدر و آنه دوستی ساده است. پدر متوجه فکر دوستش شد. دست آنه رو گرفت و به شارل گفت ما قرار خیلی زود زندگی مشترکمون رو شروع کنیم. شارل هیجان زده به آنه گفت خانم محترم بهتون تبریک میگم، انتخاب درستی کردیم. همون لحظه الزا وارد سالن شد. شارل به در ورودی نگاه کرد. با تعجب گفت الزای زیبا خوش اومدی. هممون به در ورودی نگاه کردیم. پدر بی اختیار گفت بله خیلی زیباست. تندی به آنه نگاه کردم تا واکنششو ببینم. آروم طوری که کسی نشنوه گفتم آنه، الزا هر چقدر هم که زیبا باشه شما ازش خیلی زیباتری. آنه لبخندی تحویلم داد. همه دوره یه میز شام خوردیم. گفتیم و خندیدیم. تو این چند ساعت من از غم آزاد بودم. خانم وب چند بار با نیش و کنایه با هم حرف زد. ولی من با متانت و احترام جوابشو دادم. این رفتارم باعث تعجب پدر و آنه شده بود. شارل از پدرم پرسید این پسره از خود راضی کیه که الزا دنبال خودش میکشونه. قبل اینکه پدر جواب بده خانم وب پرید وسط حرف. هر دوشون هم جوونن هم خیلی به هم میان. پدر گفت
از اون عشقایی که زود خاموش میشه. من هر دوشونو میشناسم. زیر چشمی به آنه نگاه کردم. الزا رو نگاه میکرد. تو نگاهش هیچ حس حسادتی دیده نمیشد. تو دلم تحسینش کردم. بعد از شام خدافظی کردیم و رفتیم. تو مسیر برگشت سرمو رو شونه آنه گذاشتم. باد که میوزید بوی عطر آنه تو دماغم میپیچید. به این فکر میکردم آنه از همه آدمای اطرافم یه سر و گردن بالاتره. تو خواب و بیداری حرفاش با پدرمو میشنیدم. پدر گفت: سسیل امشب چطور بود؟ خیلی دختر خوبی بود. خارج از انتظارم بود. جاهایی که خانم وب با نیش و کنایه باش حرف میزد سکوت میکرد یا با ادب و احترام جوابشو میداد. خیلی خوشحالم کرد. پدر طوری که من نشنوم گفت: عزیزم خیلی دوست دارم، ممنونم که هستی. آنه گفت: وقتی این جمله رو زیاد تکرار میکنی میترسم. یه دفعه فکرم رفت پیش سیریل و الزا. روز بعد گرمای آفتاب بیدارم کرد. به پشت روی تختم خوابیدم تا بدنم داغ شه. گرمای دلپذیری بود. به شب گذشته فکر کردم. تمام حرفا و اتفاقا مثل فیلم از جلوی چشمم گذشت. چقدر شارلوب شبیه پدر بود. هر دو وقتی کنار هم میشینن فقط در مورد زیبایی زنا صحبت میکنن. درست برعکس آنه. امکان نداره آنه با دوستاش در مورد ظاهر و زیبایی مرد صحبت کنه. پدر و شارل مثل شکارچیایی بودن که هیچ وقت نمیتونن زنایی مثل آنه رو شکار کنن. دلم میخواست مثل آنه زندگی کنم. حتی دوستام هم مثل دوستای آنه باشن. زمان پیری متصور کردم. فکر کردم تو اون روزا وقتی از اولین عشق جوونیم حرف میزنم چه چیزایی رو به یاد دارم. میتونم از خطوط صورت سیریل بگم یا اینکه کلا فراموشم شده. تو همین فکرا بودم که آنه در زد. با یه فنجون قهوه اومد تو. از دیدنش خوشحال شدم. روبروم روی صندلی نشست. پایین رو نگاه میکرد. موجه های بلندش به متانت و حیاش اضافه میکرد. وقتی حرف میزد دوست داشتم ساکت باشم تا بیشتر صداشو بشنوم. این بارم بعد از پرسیدن از احوالات درونیم گفت: سسیل، وقتی پیش آدمایی مثل شارل و خانومش هستی بهت خوش میگذره؟ خب رفتار اینجور آدم ها رو هر کسی نمیپسنده. به نظرم شخصیت جالب و خندداری دارن، ولی به نظر من صحبتاشون سطحی و خسته کننده است. یهو پرسیدم: آنه، به نظر شما من آدم فهمیده و باهوشی هستم؟ آنه خندید: معلومه که هستی. چرا این سوالو میپرسی؟ چون نظرت برام مهمه. ببین، دانا بودن به سن و سال آدم بستگی داره. مثلا اگه من الان تو این سن اندازه تو بدونم، خب کلن به حساب میام. آنه با صدای بلند خندید. از خندش عصبی شدم. از اینکه این سوال ازش پرسیده بودم پشیمون شدم. به چشمش نگاه کردم. نفوذ نگاهش مثل همیشه قدرت حرف زدن رو ازم گرفته بود. خودش بحث رو پیش گرفت. سسیل، میدونی عاقبت زندگی آدمایی مثل شارل چی میشه؟ شونه‌هامو به معنی نه بالا انداختم. گفت: اینجور آدما به فلاکت میافتن. توی پیری زمانی که دیگه برای کسی جذاب نیستن تنها میمونن. شاید با پول چند نفر رو کنارشون نگه دارن، ولی اون فایده ای نداره. در واقع باید آدما رو بخرن، تازه اگه پولی داشته باشن. در غیر این صورت تو تنهایی خودشون میمیرن. دلم برای پدر سوخت، ولی نه، پدرم به همچین روزی دوچار نمیشد. آن لارسن خوب زمانی سر راهش قرار گرفته بود. آنه با لبخند گفت: تا حالا شده به آینده فکر کنی؟ البته که اگه فکر نمی کنی حق داری، چون هنوز خیلی جوونی. گفتم: من به آینده اهمیت نمیدم. آینده خودش میرسه. پس به چی اهمیت میدی سسیل؟ فقط به خوشی و تفریح و آزادی؟ گفتم: باید براتون توضیح بدم؟ گفت: این طرز تفکر تو و پدرت منو آزار میده. شما چرا هیچ به فکر آینده نیستین؟ تندی از جاش بلند شد. کنار پنجره رفت. زیر لب شعری و زمزمه کرد. انگار با این کار میخواست خودش آخرین نفری باشه که بحثو تموم میکنه. گفت: تو اتاقت باش و یکم فکر کن. فکر کردنم چیز خوبیه.
سرم رو روی بالش گذاشتم. با این بحث تو تصمیمی که در مورد آنه گرفته بودم مصمم شدم. باید آنه رو از آیندم بیرون میکردم. هر جور حساب میکردم اخلاق رفتارش با من و پدر همخونی نداشت. زندگی ما شلوغ بود. گاهی غمزده، گاهی شاد. ما گاهی مسافر، گاهی خونه نشین بودیم. خبری از نظم و ترتیب و آینده نگری نبود. همین جوری هم خوشحال بودیم. زندگی من و پدر سرشار از فعالیت و شادی بود، چیزی که تو زندگی آن لارسن هیچ جایی نداشت. تا اینجا هرچی گفتم از خودم و آنه بود. لزومی نمیدیدم از پدر زیاد صحبت کنم. عشق من به پدرم معلومه، نه به خاطر اینکه پدرمه، به خاطر اینکه بهترین و با محبت ترین مرد زندگیمه. همیشه برام دلسوزی کرده و هوامو داشته. پدر تمام عمرش با جون و دل منو دوست داشته. بارها شده به خاطر من از موقعیت‌های نابی که دوست شار معرفی می‌کرده گذشته. هیچ وقت تمایلاتش رو به من مقدم نکرده. درسته پدرم آدم عیاش و خوشگذرونیه، ولی انسانه. انسان به معنای واقعی. هیچ وقت به کسی بدی نکرده. شاید رفتار پدرم باعث شه دیگران فکر کنن آدم سبک‌سریه، ولی نسبت به من اینطور نبوده. پدر همیشه راحت زندگی کرده. هیچ وقتم زندگی رو سخت نگرفته. ظاهر و باطن پدر من همیشه یکی بوده. اگه از زنی خوشش بیاد باش نامزد میشه. تنها چیزی که این اواخر رفتارشو دوچار تضاد کرده بود برگشت الزا بود. پدر با دیدن دوباره الزا به یاد دوران خوش نامزدی باهاش افتاده بود. الزا نماینده جوونی پدر بود. پدر کنار الزا احساس جوونی میکرد. از طرفی هم عاشق آنه بود. نمیتونست بهش خیانت کنه. نمیخواست آنه رو از دست بده، چون معتقد بود آنه هم همسر خوبی برای خودش، هم مادر خوبی برای من میشه. شرط ازدواج آنه هم این بود که پدر عیاشیشو کنار بذاره. آنه معتقد بود دیگه تو این سن باید به فکر خونه و خانواده باشه. آنه اگه احساس میکرد پدر برای ازدواج نمیخوادش، یه لحظه هم باش همراه نمیشد. آنه برای خودش ارزش قائل بود. اجازه نمیداد کسی به شخصیتش اهانت کنه. زمانی که تو ذهنم برای جدایی پدر و آنه نقشه میکشتم، نگران پدر نبودم. مطمئن بودم پدر خیلی زود جانشینی برای آنه پیدا میکنه. ظاهرش هم به اندازه کافی خوب بود. قطع ارتباط و ایجاد ارتباط جدید برای پدر به راحتی آب خوردن بود. درست شبیه من. اشتیاق دیدن الزا رو تو وجود پدر میدیدم، ولی دلم نمیخواست پدر در این مورد باهم حرف بزنه، چون در اون صورت باید باش همکاری میکردم تا پنهانی الزا رو بکشونم پیشش. من نمیخواستم این کارو بکنم. عشق پدرم به آنه رو عشق پاک و مقدسی میدونستم. فقط دلم میخواست آتیش دیدن الزا تو دل پدر خاموش نشه. فکر دوری پدر از آنه ترس به جونم میداخت. دوست داشتم آنه این ویژگی های من و پدر رو بپذیره تا هر سه کنار هم به آرامش برسیم، ولی انگار هیچ جوری نمیشد. این اواخر سیریل رو هم کمتر میدیدم. گاهی کنار ساحل با هم قدم میزدیم. آنه روز به روز بیشتر به هم محبت میکرد. حسابی منو دوچار عذاب وجدان کرده بود. وقتی از شدت فشار فکر کردم به گذشته کم میآوردم، به موسیقی پناه میبردم، یا اینکه به دوستی تلفن میزدم و حواسمو پرت میکردم. خنده های الزا فریبنده بود. صدای خنده های ملیحش دل هر سست عنصری رو میبرد. با شناختی که از پدر داشتم میدونستم در برابر خنده های الزا دلش میلرزه. برای همین به الزا سفارش کرده بودم تا میتونه پیش پدر بخنده. احساس میکردم به نتیجه نزدیک میشم. از سیریل غافل شده بودم. نه زیاد میدیدمش، نه حتی بهش فکر میکردم. نقشه‌امو طوری طراحی کرده بودم که پدر اتفاقی سیریل و الزا رو زیاد ببینه. آنه از همه جا بیخبر فکر میکرد همه چی امن و امانه. بهش وانمود میکردم درس میخونم و خودمو برای امتحانا آماده میکنم. پدرم که پشت سر هم تو هر موقعیتی بهش ابراز علاقه میکرد. طفلی خوشبختیشو بین آدمای سطحی مثل ما جستجو میکرد. نمیدونم تو سرش چه فکرایی داشت که با من از همیشه مهربون‌تر برخورد میکرد. یه روز خانم مستخدم نامه‌ای برام آورد. نامه از طرف الزا بود. روی کاغذ نوشته شده بود که زحمتامون بالاخره به بار نشسته. خواسته بود که زود برم پیشش. نامه رو که خوندم دلم خوری ریخ پایین. انگار بوی اتفاق شومی میومد. تندی خودم رو به ساحل رسوندم. الزا رو دیدم. پیروزمندانه گفت: همین یه دقیقه پیش پدرت پیش من بود. خب؟ گفت از جدایی از من پشیمونه. دلش میخواد برای همیشه با من زندگی کنه.
گفت آنه رو دوست نداره، عاشق منه. درست میگم اگه نه؟ الزا دلش میخواست من حرفاشو تایید کنم تا خیالش راحت شه. عصبی شده بودم، با صدای لرزون گفتم خب بعدش؟ همش از زیباییم تعریف کرد، گفت تموم این مدت به فکر من بوده. بعدش ازم دعوت کرد امشب با هم بریم دهکده شام بخوریم. تو هم قبول کردی؟ یعنی نباید قبول میکردم؟ دلم میخواست سرش داد بزنم و بگم نادون، ولی یادم اومد که خودم کارگردان این نقشه ها بودم. الزا پوزخندی زد و گفت سسی نگی تو نبودی این اتفاق نمیافتاد. تو خیلی باوشی، نقشات حرف نداشت. از تعریف و تمجید الزا حالم به هم خورد. الزا خندید پدرت برگشت به من، حالا باید کاری کنی اون زن خودش دست از سر پدرت برداره. سسیل دستامو گذاشتم رو گوشام، فریاد زدم از این به بعد کثافت کاریاتو برای من تعریف نکن. همون روز با سیریل قرار داشتم، به این امید رفتم پیشش که شاید التیامی روی زخمای روحیم باشه. حال و حوصله حرف زدن نداشتم، همین که کنارش بودم خوب بود. بیشتر سیریل حرف میزد. فقط گفتم سیریل از خودم بدم میاد، من کی میخوام بزرگ شم؟ نه از نظر من تو خیلی هم عاقل فهمیده ای، من دوستت دارم. تو مسیر برگشت به خونه مدام صدای دوستت دارم های سیریل تو گوشم میپیچید. بعد از نهار پدر حاضر شد، گفت برای خرید میخواد بره دهکده. نگاه معناداری بهش انداختم، گفتم منم میخوام کمی شنا کنم. به آنه گفتم شما با من نمیای؟ گفت میخواد تنها باشه تا چند تا لباس جدید طراحی کنه. تو آب گرم دریا شنا میکردم. دوست داشتم آب همه افکار آزاردهنده مغزم رو بشوره ببره. خسته که شدم از آب اومدم بیرون، رفتم طرف خونه. یه دفعه آنه رو دیدم که از سمت جنگل بدو بدو به طرف ماشینش میره. دویدم طرفش، گریه میکرد، گاهی میافتاد دوباره بلند میشد. چقدر پیر شده بود، چه بلایی سرش اومده بود. وای فهمیدم، از ماجرا سر در آورده. ماشینش رو روشن کرد، منم گریم گرفته بود، التماسش کردم تو رو خدا نرو، تو رو خدا نرو آنه، پدرم شما رو دوست داره، همش تقصیر من بود، نرو خواهش میکنم. همینطوری گریه میکرد، صدای منو نمیشنید. ترمز دستی رو کشید، فریاد زدم خواهش میکنم، التماس میکنم، صبر کن تا همه چی رو توضیح بدم، ما بدون شما نمیتونیم زندگی کنیم آنه. به چشمام نگاه کرد، به پهنای صورتش اشک میریخت. چشماش مثل بچه ها معصوم شده بود، بچه بیگناهی که یهو پیر شده بود. گفت نه تو، نه ریموند، به من هیچ احتیاجی ندارید. آنه گاز داد و رفت. آنه به هوای خوشبختی اومده بود پیشم. زنی سرشار از احساسات و عواطف بود. ما احساساتش رو زیر پامون له کردیم، ما غرورش رو شکوندیم، ما بازیچه قرارش دادیم، ما پیرش کردیم. اتومبیل آنه رو تا پیچ جاده نگاه کردم، بعدش دیگه دیده نشد. نمیدونم چند ساعت همینطوری سر راهش زانو زده بودم. صدای پدر منو به خودم آورد. سسیل چی شده؟ چرا اینجا نشستی؟ آنه کجاست؟ دستامو گذاشتم روی صورتم و زار زار گریه. ماجرای رفتن آنه رو برای پدر تعریف کردم. پدر ماتش برده بود، فکر نمی کرد آنه تعقیبش کرده باشه. نه میل به غذا داشتیم، نه حرفی برای گفتن. دلم هم برای خودم هم برای پدر می سوخت. هر لحظه چهره پر از درد آنه جلوی چشمم بود. یه دفعه چیزی به ذهنم رسید، گفتم پدر شاید آنه رفته باشه پاریس،
بیا براش نامه بنویسیم، بیا ازش عذرخواهی کنیم، ازش بخوایم برگرده. براش بنویسیم بدون اون نمیتونیم زندگی کنیم. چشمای پدرم برق زدن. زود رفت و قلم و کاغذ آورد. با هم فکری هم نامه بلند بالایی نوشتیم. نامه ای سرشار از ندامت و پشیمونی. نامه ای که دل هر خواننده ای رو به درد می آورد. نامه رو چند بار خوندیم تا چیزی از قلم نیفته. از رفتن آن حدود 3 ساعت می گذشت، ولی انگار زمان برای ما 3 ماه گذشت. آروم و قرار نداشتیم. تو ذهنم لحظه آشتی و مجسم می کردم. چقدر دلم می خواست تصوراتم به حقیقت بپیونده. تو همین افکار بودم که تلفن زنگ خورد. هر دو به هم نگاه کردیم. گفتم شاید آنست. پدر پرید تلفن رو برداشت. الو، سلام. بله بله بله، خودم هستم. چی؟ کجا؟ الو الو، کی؟ الو. رنگ پدر پرید، دستاش می لرزیدن. گوشی رو قطع کرد، به من نگاه کرد. مردمک چشاش دودو می زد. گفت آنه تو جاده تصادف کرده، مرد شده توی دره. بجون بجون، باید بریم اونجا. بجون. خدا می دونه با چه حالی خودمون رسوندیم به محل تصادف. از ظاهر اتومبیل مشخص بود رانندش زنده نیست. دنیا رو سر من و پدر خراب شد. ما موندیم و یه عمر پشیمونی. غم زده و گریون برگشتیم تا وسایلمون رو جمع کنیم و برگردیم پاریس. الزا و سیریل رو پله نشسته بودن، منتظر ما بودن. به نظرم هر دوشون احمق به تمام معنا بودن. برای همیشه با سیریل خدافظی کردم. بهش گفتم میخوام تو پاریس ادامه تحصیل بدم. پدر هم بیرو درواسی به الزا گفت ما به درد هم نمیخوریم. بهتره تو هم بری دنبال سرنوشت خودت. خونه هنوز بوی عطر آنه رو میداد. نامه عذرخواهیمون روی میز بود. لباساش توی کمد بودن. پنجره رو باز کردم. صدای امواج دریا به گوش میرسید. روز خاک سپاری آنه همه به ما تسلیت می گفتن. شارل موضوع ازدواج آنه و پدر رو به همه گفته بود. پدر و مادر پیر آنه رو در آغوش گرفتم. یه دل سیر گریه کردم. تا 6 ماه بعد از مرگ آنه، زندگی من و پدر به ماتم سرا تبدیل شده بود. زندگی پدر مثل کسی بود که همسر چندین و چند سالش رو از دست داده. زندگی منم مثل فرزندی بود که مادرش رو از دست داده. واقعا انگار یتیم شده بودم. حوصله هیچ کس و هیچ جایی رو نداشتیم. برای هم از خاطرات آنه تعریف میکردیم و گریمون میگرفت. گذشت زمان کم کم حالمون رو بهتر کرد. به مرور زمان رفت آمده و معاشرتمون رو شروع کردیم. البته این بار در حد اعتدال. پدر دوباره ورزش رو شروع کرد. دست روزگار خانومی سر راه پدر قرار داد که از نظر اخلاق و رفتار خیلی شبیه آنه بود. پدر باهاش ازدواج کرد تا از تنهایی در بیاد. زندگی من و پدر جون تازه‌ای گرفته بود. الان که 2 سال از ماجرا گذشته، هنوزم که هنوز شبا قبل از خواب تمام خاطرات اون تابستون رو تو ذهنم مرور میکنم. فکر کردن به آنه برام با غم و خود سرزنشی همراهه. غمی که دوستش دارم، چون حقمه، شده بخشی از زندگیم. هر شب موقع خواب به آنه فکر میکنم و میگم سلام بر غم.